اکثر انسان‌ها حتی جسارت دور ریختن لباس‌هایی که مدت‌هاست بدون استفاده در کمدهایشان آویخته شده را ندارند. بعد از آنها توقع داریم که باورهای غلطی را که قرن‌هاست در ذهنشان زنجیر شده است به راحتی کنار بگذارند و دور بریزند. جهل نرم‌ترین بالشتی است که بشر می تواند سر خود را بگذارد و آرام بخوابد. نباید ایمان خود به انسانیت و بشریت را از دست بدهید. بشریت یک اقیانوس است. اگر چند قطره از اقیانوس آلوده شود، اقیانوس آلوده نخواهد شد. آنچه ما را به نابودی خواهد کشاند، از این قرار است: سیاست بدون شرافت، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخلاق. بهترین و بدترین آدم ها را در بین دینداران دیدم. بهترین آنها کسانی بودند که می خواستند خودشان به بهشت بروند. سرشان به کار خودشان بود و بی آزار بودند و بهترین مشوق من بدین بودند. و بدترین آنها کسانی بودند که می خواستند غیر از خودشان بقیه را هم به بهشت ببرند. چقدر وحشتناک بود برخورد با آنها، تظاهر و ریا، خشونت و توحش در بین آنها موج می زد. از گناه تنفر داشته باش، نه از گناهکار. اگر روزی دشمن پیدا کردی، بدان که در رسیدن به هدفت موفق بوده ای. اگر روزی تهدیدت نمودند، بدان که در برابرت ناتوانند. اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت بالاست. اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد. انسان که غرق شود قطعاً می میرد. چه در دریا، چه در رؤیا، چه در دروغ، چه در گناه، چه در خوشی، چه در قدرت، چه در جهل، چه در انکار، چه در حسد، چه در بخل، چه در کینه، چه در انتقام. مواظب باشیم غرق نشویم. انسان بودن خود به تنهایی یک دین خاص است که پیروان چندانی ندارد. مراقب افکار خود باشید، زیرا آنها کلمات شما می شوند. کلمات خود را کنترل کنید، زیرا آنها به اعمال شما تبدیل خواهند شد. از رفتار خود مراقبت کنید، زیرا آنها عادتهای شما می شوند. و مراقب عادات خود باشید، زیرا آنها به ارزشهای شما تبدیل خواهند شد. ارزشهای خود را درک کرده و در آغوش بگیرید، زیرا آنها به سرنوشت شما تبدیل می شوند.